سرخط خبرها. ابراز تأسف ایالات متحده از مرگ یک زندانی در ایران. وزارت خارجه آمریکا میگوید زندانیان عقیدتی ایران در معرض شرایط وحشیانه و مرگ‌های تدریجی هستند. توقف جنگ در هدیده. سازمان ملل میگوید کمک رسانی به بندر استراتژیک یمن آغاز شده. تمدید زمان کنفرانس تغییرات اقلیمی در لهستان. بر سر راه‌های عملی کاهش گازهای گلخانه‌ای اختلاف نظر وجود دارد. و مهاجم استراسبورگ در درگیری با پلیس کشته شد. دولت فرانسه از نیروهای امنیتی تقدیر کرد. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. وزارت امور خارجه آمریکا از مقام‌های ایران به دلیل درگذشت یک زندانی سیاسی انتقاد کرده. معاون سخنگوی این وزارتخانه گفته وحید صیادی نصیری به اتهام‌های واهی زندانی شده بود و بی آنکه صدایش به بیرون برسد در زندان رنج کشید. دو روز پیش خانواده آقای نصیری خبر دادند او پس از 2 ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم جان خود را از دست داد. مهرزاد کهنروز گزارش می‌دهد. زندانی سیاسی و عقیدتی آقای نصیری به حبس در کنار مجرمان کیفری و عدم رعایت اصل تفکیک جرایم اعتراض داشت. حادثه دیگر در زندان‌های ایران، حکومتی که بسیار نگران وجهه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش است، حالا متهم است به درج یک لکه سیاه دیگر در کارنامه‌اش. دادستانی قم مرگ را تایید می‌کند اما روایت خود را دارد. نصیری، زندانی زندان لنگرود که به جرم توهین به مقدسات در فضای مجازی در حال گذراندن محکومیت خود بوده، به لحاظ بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شده به بیمارستان اعزام می شود و بعد از 7 روز بستری بودن در همان بیمارستان فوت می کند. اما روایت خانواده کاملا متفاوت است. در گذشتش به خاطر اعتصاب غذا بوده، معده‌اش خوش شده بود، خون ریزی کرده بود. هفته پیشم که بستری شده بود به خاطر خونریزی معده‌اش بود. بعد دوباره انتقالش داده بودن به زندان. پریشب که حالش بد میشه برای چند ساعتی در بیمارستان بستری بوده. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار اعزام بازرسان بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شدند. وزارت خارجه آمریکا هم که بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ با ذره‌بین تحولات حقوق بشری در ایران را دنبال می‌کند، این اتفاق را ناعادلانه خوانده. آنها می‌گویند متأسفند اینکه آقای وحید صیادی نصیری بیان که صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشیده. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای نصیری به دستگیری خودسرانه و بازداشتش در قم اعتراض داشت. دسترسی به مشاوره حقوقی نداشت، در شرایط به گفته وزارت خارجه آمریکا غیر انسانی نگه داشته میشد و به جرم‌های واهی امنیت ملی مانند توهین به رهبری متهم شده بوده. اما مقام‌های قضایی ایران میگویند آقای نصیری سوابقی از جمله توهین به مقدسات، ائمه اطهار و اقدام علیه نظام داشته و با همین عناوین اتهامی محکوم به حبس شده بوده. ادعای بی‌انصافی میکنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد. این گفته های رهبر ایران در اولین روز امسال 1397 خورشیدی. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر این که فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم،
چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. وزارت خارجه آمریکا اما میگوید رهبر ایران دروغگوست. آمریکا گفته از رژیم ایران میخواهد حقوق و احترامی را که مردم ایران شایستش هستند به آنها بدهد. وحید صیادی نصیری فعال سیاسی بود. صفحه فیسبوکش به وضوح گویای این نکته است. صفحه ای دارد به نام با حماد آزادگان. در آن گفته بود در راه اشاعه اندیشه های اجتماعی و سکولار فعالیت می کند. این یکی از کلیپ هایی است که در این صفحه دیده می شود. تکه ای از شهر قصه. آی گریه کنین مسلمانان، گریه کنین ثوابه، قربونه گریت برم. آی همون شب اول قبر که موقع جوابه، هم روز محشر که حساب و کتابه، ثواب این گریه بی حسابه. مرسد کنیم بی‌بی‌سی. شاهد علوی روزنامه نگار از واشنگتن. ماست آقای علوی، در مورد وحید صیادی نصیری بیشتر چه میدونیم؟ اونجا مشخص آقای نصیری قبلا هم بازداشت شده بود، یک مدت رو در زندان اوین برای حداقل دو سال نیم گذرانده بود. بعد از 4-5 ماه آزاد شدن دوباره بازداشت میشه. وکیل انتخابیشون آقای نجفی خودش در زندان امکان دسترسی به وکیل نداشته. اگه این وکیل های تحمیلی که قوه قضاییه و اونایی که انتصابی میده و باید تایید بشن نظر امنیتی وکیلش بوده، قاعدتاً نمیدونیم چطور دفاع کرده، نمیدونیم دادگاه در چه حالی تشکیل شده. در اون مدتی هم که بازداشت شده از همون روز اول خواستار این بوده که به زندان منتقل بشه که در واقع تفکیک جرایم شده باشه، بتونه جایی باشه که در کنار زندان سیاسی دیگه باشه. اونجا در اون زندان در کنار زندان این عادی اذیت شده، اون که ما میدونیم با سفارش زندان با خازن اذیت شده و علارغم این که در این 60 روز چندین بار حالش بد شده، مثلا منتقل شده، اما عملا درمان مناسب نگرفته. من به تعبیر دقیقش فکر میکنم اون چه رخ داده قتل شبه عمده. در واقع زمینه فراهم شده که آقای وحید نصیری جونش رو از دست بده و امروز هم خاک سپاری شده، براش مراسم گرفتن، مانع این نشدن، در واقع جنازه رو تحویل دادن، اما پزشکی قانونی نظر نداده که واقعا اون ادعای مسئله بیماری کبدی درسته و اگر اونم باشه البته باز اون ناشی از اون عدم رسیدگی پزشکی بعد از 60 روز طبق قضا هست. اونم در شرطی که ما میدونیم آقای نصیری برخلاف بچهای سیاسی دسترسی به آب و قند و نمک به عنوان یک اعتصابی نداشته، به اون شیوهی که میتونه کمک بکنه زندانی مدتی بیشتری دووم بیاره و کمتر ارگان بدنش آسیب ببینه. آیا اطلاع بیشتری داریم در مورد باقی زندانیان سیاسی که ممکنه اعتصاب قضا کرده باشند؟ در واقع الان اون چیزی که ما میدونیم الان جدا از 81 درویش زندانی در زندان قرچک که به خاطر وضعیت در واقع زندان اعتصاب ملاقات کردن، ما آقای فرهاد میسمی رو داریم که فکر میکنم امروز وارد 137مین روز اعتصاب قضا شده. اعتصاب قضای تر هست، یعنی آب و قند و نمک میخوره. به این ترتیب خوشبختانه هنوز زنده است اما حال جسمیش خیلی وخیم، وزن بسیار زیادی کم کرده. همچنین آقای روح الله مردانی رو داریم، دانشجوی ادب دانشگاه تهران و البته معلم آموزش پرورش که در واقع دو روز هم حسابش رو از 16 شروع کرده در اعتراض به اینکه به پرونده‌اش رسیدگی نشده، با آزادی مشروطش مخالفت شده و برای درمان بیماریش اقدام نمیشه. جدا از این من مایلم از این استفاده از این فرصت، این اتفاق باز هم ممکنه بیفته. ما میدونیم همین دیروز خبر داد در واقع رسید که خانم لیلی خاتمی فالو حقوقدان بازداشت شده. همچنین آقای فریبرز رشتکی که کارشون رو پیگیری میکرده، اینها هم در شد ناگواری بازداشت شدن. آقای فریبرز به شدت شکنجه شده و این خطر متاسفانه همه زندانیان رو تهدید میکنه، چون اگه اعتصاب هستن و البته کسانی هم هستن که ما متاسفانه اسمشون رو نمیدونیم، در چه وضعی هستن، آیا در سبق غذا هستن، بهشون رسیدگی میشه نمیشه. چقدر اصولا این سابقه داره مرگ بر اثر اعتصاب غذا در زندانهای ایران؟ سابقه داره، ما قبلا در واقع خدا صابر رو داشتیم در زندان‌های ایران که در سلسله قضا جونش رو از دست داده. قبل از اون هم مواردی داشتیم که زندانی علارغم نیاز به رسیدگی پزشکی مثل آقای زمانی رسیدگی نشد و جونش رو از دست داد. یعنی این موارد متعدد، متاسفانه حضور ذهن ندارم، اما
موارد زیادی بود که زندانی بیمار بوده، نیاز به درمان خارج از زندان داشته یا اعتصاب قضا مثل آقای صابر و در مدت اعتصابشونش از دست داده. این به این معنا هست که ظاهرا سیستم اراده‌ای برای رسیدگی درست به وضعیت بی زندانیان بیمار اعتصابی نداره، براش مهم نیست، انگار راه آسان‌تری هست برای حذف اینها. متشکرم از شما شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن. سپاسگزارم. آتش بس توافق شده بین طرف های درگیر جنگ یمن از امروز رسما در بندر مهم حدیده برقرار شده. توافقی که در پی مذاکرات فشرده به میزبانی سازمان ملل متحد برقرار شد. کنگره آمریکا هم روز پنجشنبه به قطع کمک های نظامی دولت ایالات متحده به ائتلاف به رهبری عربستان رأی داد. با این حال نگرانی درباره جنگ یمن هنوز ادامه دارد. شبنم شعبانی گزارش می دهد. این بندرگاه هدیده است، شاهراه ورود مواد غذایی به یمن، جایی که عرصه اصلی منازعه بین طرف‌های درگیر در جنگ 3 ساله یمن بود. نتیجه‌اش به خطر افتادن جان میلیون‌ها یمنی که بی غذا و بیدار ماندند. امروز اما روزی تاریخی است. آتش بس توافق شده بین طرف‌های درگیر جنگ یمن رسما در هدیده برقرار شده. اتفاقی که یمنی‌ها با بیم و امید نظاره‌گرش هستند. ویرانه‌های جنگ کماکان باقی است و نگرانی‌های عمده درباره وضعیت یمنی‌های درگیر پیامدهای جنگ هنوز وجود دارد. با این حال صلحی که چند سال دور از دسترس می‌نمود حالا به نظر در حال تحقق است. نمایندگان دولت یمن و حوثی‌ها در مذاکرات صلح یمن در استکهلم قدم عمده‌ای برای رسیدن به آتش بس برداشتند. هرچند که اختلاف‌های عمیق باقی مانده میانشان هنوز نگران کننده است. به نمایندگی از طرف برنامه جهانی غذا از توافق آتش‌بس در یمن به گرمی استقبال می‌کنم. هدیده خط ارتباطی بسیار مهمی برای رساندن نیازهای حیاتی به میلیون‌ها یمنی است و آتش‌بس این امیدواری را برای ما ایجاد کرده که مؤثرتر بتوانیم کمک‌ها را به دست آنها برسانیم. خارج از مذاکرات بین دو طرف اصلی جنگ و جدا از عربستان پشتیبان نیروهای دولتی یمن و ایران متحد حوثی‌های این کشور، حالا ایالات متحده هم قدم عمده‌ای در راستای پایان جنگ برداشته. دیشب سنای امریکا کاملاً خلاف رویکرد کاخ سفید در حمایت این کشور از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی رأی به قطع این حمایت داد. قدمی که می‌تواند تأثیر عمده در بسته شدن کامل دفتر این جنگ داشته باشد. امروز به رژیم مستبد عربستان گفتیم که ما دیگر نمی‌خواهیم با ماجراجویی‌های نظامی این کشور همراه باشیم. با این حال راه درازی تا بازگشت میلیون‌ها یمنی به جریان عادی زندگی باقی است. جنگی بدون برنده که جز ویرانی و با گرسنگی و وحشت برای مردم چیزی نداشت. شبنم شعبانی، BBC. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، در مورد این رأی دیشب سنا بهمون بگو و اینکه چه اهمیتی داره. اهمیت داره به دو جهت. یکی این که تعدادی از جمهوری خواهان پیوستن به دموکرات ها که خب کمتر اتفاق میفته در فضای دو قطبی که در آمریکا در جریانه و معمولا دو حزب از به خصوص رئیس جمهور جمهوری خواه راهشون رو جدا نمی کنن وقتی که هم حزبش هستن. در نتیجه این اتفاق برای کاخ سفید ناگوار بود که ببینه تعداد قابل توجهی از جمهوری خواهان جدا شدن از خط کاخ سفید و سیاستش رو محکوم کردن در برابر عربستان و مخصوصا در جنگ یمن. و دومی که درست بعد از این رأی گیری در مورد جنگ یمن یک رأی گیری هم کردن که با صدا بود، یعنی حتی رأی شمارش آرام نشد چون هیچ مخالفی نبود، به این معنا که همه 100 سناتور گفتن که با اون قطعنامه محکومیت محمد بن سلمان یا قطعنامه که در واقع نظر سنا رو در مورد جریان خاشقچی و قتل آقای خاشقچی اعلام میکرد درش آمده است که محمد بن سلمان رو مسئول این قتل و دستور دهنده و عامل این قتل میدونن. در نتیجه این هم فاصله میدونیم زیادی داره با موضع کاخ سفید و موضع وزیر خارجه و حتی موضع وزیر دفاع که سعی کردن در هفته‌های اخیر بگویند ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که محمد بن سلمان دستور قتل رو داده یا نه. در نتیجه سنا در یک بعد از ظهر در مورد دو تا از اصلی ترین مسائلی که مرتبط با رابطه آمریکا و عربستان هست موضع کاملا متفاوت گرفت و میگم دومیش رو همه 100 سناتور
ازش حمایت کردن، یعنی حتی یک سناتور جمهوری خواه هم نبود که با کاخ سفید همراهی بکنه و همه پذیرفتند که آنچه که کاخ سفید میگوید، آنچه که رئیس جمهوری آمریکا میگوید، آنچه که وزیر خارجه وزیر دفاعش گفتند رو نمیپذیرند در مجلس سنا. این واقعا کم سابقه است در آمریکا که ببینیم که موضع مجلس سنا تا این حد متفاوته از اون چیزی که رسما در عین حال این رأی الزام آور نیست و واقعا چه تضمینی برای این وجود داره که آمریکا حمایت خودش را از عربستان قطع بکنه؟ قطعا الزام آور نیست، به خصوص در مورد اولی که جنگ یمنه باید در مجلس نمایندگان هم تصویب بشه، بعد خود آقای ترامپ میتونه باز وتوش بکنه، در نتیجه بلافاصله متوقف نمیکنه حمایت نظامی آمریکا رو از عربستان در جنگ یمن، ولی قطعا فشار رو افزایش میده که ادامه سیاست فعلی پذیرفته نیست از سوی کنگره آمریکا، به خصوص که چند هفته دیگه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت رو خواهند داشت و اون وقت ابزارهای بیشتری دارن، از جمله متوقف کردن منابع مالی و بودجه‌ای کمک به این جنگ. در نتیجه به نظر میاد که در عین اینکه بلافاصله تأثیر نداره در عمل، ولی فضا رو تغییر میده و به این سمت میبره که کاخ سفید حداقل در برابر کنگره قرار گرفته در مورد عربستان، تا جایی که شاید نتونه این سیاست رو به همین شکل ادامه بده و مجبور بشن در سال جدید میلادی یه مقداری تعدیل ایجاد کنن، به خصوص که میبینیم در یمن همونطور که در گزارش اومد گامهایی برای پایان جنگ برداشته شده. شاید این موضوع در واقع از موضوعیت بیفته اگر که جنگ یمن متوقف بشه و دیگه سرش دعوای مشخصی نباشه. ممنونم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. وزارت خارجه آمریکا از مقامهای ایران به دلیل درگذشت یک زندانی سیاسی انتقاد کرد. با اجرای توافق آتش‌بس در حدیده کمک رسانی به این بندر یمن آغاز شد. در ادامه برنامه، مهاجم استراسبورگ در درگیری با پلیس فرانسه کشته شد. قرار بود کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی امروز در کاتوویتس در لهستان به پایان برسد، ولی اختلاف هیئت‌های دولتی رسیدن کنفرانس به اهدافش را ناممکن کرده. هدف رسیدن به دستورالعملی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است و کمک به کشورهایی که برای مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی به کمک نیاز دارند. خبرنگار ما سیاوش اردلان از محل کنفرانس در جنوب لهستان با ماست. بیشتر بهمون بگو از آخرین خبرها در مورد این کنفرانس، چه پیشرفت‌ها و احتمالاً عقب‌گردهایی وجود داشته اونجا. سیاوش ناجی، اسمش کنفرانس تغییر اقلیم هست، اما بیشتر شبیه کنفرانسی شده درباره انرژی که این تعجبی هم نداره، چون این دو مقوله بسیار به هم پیوسته هستند. یکی از دلایل به بن‌بست رسیدن یا اون چه به نظر میرسه به بن‌بست رسیدن این کنفرانس باشه اینه که کشورها رو اساسا میتونیم به دو گروه تقسیم بکنیم، یکی کشورهایی که وابسته به سوخت‌های فسیلی هستن و بحث از رشد اقتصادی و امنیت سوختی میکنن، مثل کشورهای حاشیه خلیج، خلیج فارس، عربستان، کویت، که مشخصا به گفته خیلی از هیئت‌های دولتی دارن کارشکنی میکنن در رسیدن به یک نتیجه، و از سوی دیگر کشورهای اروپایی در کنار کشورهای فقیر و محروم آسیایی و آفریقایی که نیازمند کمک‌های مالی هستند. در زمینه کمک به این کشورهای فقیر و نیازمند پیشرفت‌های حاصل شده. آلمان و نروژ مخصوصا میلیاردها دلار به کمک‌های مالی خودشون برای سازگاری کشورهای محروم با تغییرات اقلیمی توافق کردند. این یکی از رکن‌های اساسی توافق پاریس بود، کمک به کشورهای فقیر و طرف دیگه کاهش گازهای گلخانه‌ای. در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای به هیچ وجه به توافق نرسیدند. قرار بود طبق توافق 3 سال پیش پاریس گازهای گلخانه‌ای به تدریج کاهش پیدا بکنه، اما امسال که قرار بود دستورالعملی برای این کار تدوین بشه، کشورهای وابسته به سوخت فسیلی نتونستن و اجازه ندادن که توافق حاصل بشه. بحث‌های فنی هستش که چقدر شفافیت باید ایجاد بشه توی کاهش گازهای گلخانه‌ای و چقدر باید زمان‌بندی‌های مشخصی ارائه بشه، که مقاومت در برابر اینها کار رسیدن به یک توافق رو بسیار دشوار کرده. ناجی، اگر امروز به توافق نرسن چه اتفاقی می‌افته؟ قرار هست، گفته میشه که تا شنبه یا یک شنبه این کنفرانس ادامه پیدا خواهد کرد، اما در کنفرانسی که هدفش نجات کره زمین و آینده بشریت است، انگار که خیلی از هیئت‌های دولتی اینجا بیشتر نگران بلیط‌های پروازشون به خانه هستن که همه رو امروز گرفته بودن، ولی به هر حال مجبور هستن که اینها بمونن و سعی بکنن که به یک نتیجه برسن. اگه به نتیجه نرسن
کنفرانس سال 2018 تغییرات اقلیمی با شکست مواجه خواهد شد. سال آینده باید دوباره برگردن ببینن که آیا میتونن این توافق پاریس رو که قرار بود در این کنفرانس راه اجرای اون رو پیدا بکنند به فرجامی برسونند یا نه. دبیر کل سازمان ملل برگشته اینجا گفته وارد عمل بشید، اگه کاری نکنید به مسابقه خودکشی هست. قرار هست امروز برای اولین بار نوم چومسکی، یکی از متفکرانی که اینجا خیلی مورد احترام هیئت‌های دولتی هستش به خاطر موضع‌گیری‌های تند خودش علیه بحث گازهای گلخانه‌ای، از طریق ویدیویی اینجا سخنرانی بکنه، کنفرانس مطبوعاتی بذاره، شاید میگن پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم یک پیامی بده. اما همه اینها تصمیمی در اون سیاست‌های راهبردی خیلی از کشورها باقی نخواهد گذاشت. سال آینده برزیل که شاید برگرده به جزء کشورهایی که مخالف همچین توافقی هستند، اون قرار بود میزبان کنفرانس تغییر اقلیمی باشه، لغو کردش، گفت من سال آینده میزبان نخواهم بود. حالا معلوم نیست سال آینده میزبان کنفرانس کی باشه. یه امیدواری که ایجاد شده، بریتانیا اعلام کرد سال 2020 میزبان کنفرانس خواهد بود، اما الان و امسال و امروز مشخص نیست که کنفرانس به بنبست برسه، شکست بخوره، یا اینکه با موفقیت بتونه یک سندی رو برای نجات کره زمین از گازهای گلخانه‌ای تنظیم کنه. متشکرم از تو سیاوش اردلان از محل کنفرانس کاتوویس در جنوب لهستان. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا درخواست ترزا می نخست وزیر بریتانیا را برای تغییر توافقنامه برکسیت رد کردند. خانم می از رهبران اتحادیه اروپا خواسته بود تا ضمانت‌های حقوقی درباره مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را به توافق اضافه کنند و روشن کنند که این وضعیت موقتی است. این توافق را هم دولت بریتانیا هم اتحادیه اروپا امضا کردند، اما مشخص شده که پارلمان بریتانیا در شکل فعلی به آن رأی نخواهد داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از تلاش پلیس برای به دام انداختن مهاجم بازار کریسمس استراسبورگ تشکر کرده. دیروز مهاجم که شریف شکات نام دارد در درگیری با پلیس کشته شد. او سه روز پیش در حمله مسلحانه سه نفر را کشت و عده دیگر را زخمی کرد. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی. محله نودورف در استراسبورگ، 48 ساعت جستجو برای یافتن حمله کننده به بازار کریسمس ظرف چند دقیقه جلوی در این خانه تمام شد. شریف شکات اینجا کشته شد. وزیر کشور فرانسه گفته شریف شکات با اطلاع رسانی یکی از شهروندان شناسایی شد. سه نفر از افسران گشت ویژه به فردی که مشخصاتش با شخص تحت تعقیب مطابقت داشت مظنون شدند. سعی کردند دستگیرش کنند، اما اون به طرفشون شلیک کرد. اونا هم در اقدامی مشابه اونو از پا در آوردن. سه شنبه شب او اینجا در نزدیکی بازار کریسمس استراسبورگ با 7 تیر و چاقو به مردم حمله کرد. سه نفر کشته و 12 نفر مجروح شدند، از جمله یک مکانیک ماشین اهل افغانستان به نام کمال نقشبند. او دیروز در بیمارستان درگذشت. یک کارمند بازنشسته بانک و یک گردشگر تایلندی از کشته شدگان دیگر این حادثه بودند. شریف شکات که آن شب در درگیری با پلیس دستش گلوله خورده بود، تاکسی گرفت و از آنجا فرار کرد. درگیری دومی هم با پلیس در محله نودورف داشت و بعد از آن دیگر دیده نشد. شریف شکات 29 ساله در استراسبورگ و در خانواده ای اهل الجزایر متولد شد. او سابقه کیفری طولانی داشت. 27 بار به خاطر جرایم مختلف از جمله دزدی محکوم شده بود. گفته شده او در زندان به گروه های افراطی پیوست و در فهرست افرادی بود که فرانسه به عنوان تهدید امنیت ملی زیر نظر دارد. هنوز انگیزه شریف شکات از این حمله مشخص نیست، اما داعش تأیید کرده که او از سربازانش بوده و این عملیات را در پاسخ به حملات کشورهای ائتلاف علیه داعش در سوریه و عراق انجام داده. مهدی بیگی، بی بی سی.
حدود 20 روز پیش در نزدیکی سواحل کریمه نیروی دریایی روسیه بر روی 3 کشتی جنگی اوکراین آتش گشود. از آن زمان تنش میان دو کشور بیشتر شده. سرنوشت ملوانهای اوکراینی اسیر شده در مرکز این تنش است. روسیه میگوید آنها قوانین مرزی را نقض کردند و محاکمه خواهند شد. خانواده های ملوانان اما امیدوارند آنها زودتر به اوکراین برگردند. بی بی سی با بعضی از این خانواده ها صحبت کرده. باید زنده و سالم برگردن. زندگیم 180 درجه تغییر کرده. 25 نوامبر در نزدیکی تنگه کرچ نیروی دریایی روسیه به روی یک کشتی نظامی اوکراین آتش گشود و ملوانانش را اسیر کرد. روسیه میگوید آنها وارد آبهای این کشور شدند. اوکراین این ادعا را رد و اقدام روسیه را تجاوز توصیف میکند. 3 نفر از 24 ملوان اوکراینی مجروح شدند. واسیل سوروکا افسر سرویس امنیتی اوکراین یکی از آنهاست. سفرش آموزشی بود. نمیدونستیم کجا داره میره. فقط میدونستیم که یه سفر کاریه. اما کجا و برای چیشون نمیدونستیم. تا لحظه آخر امیدوار بودم همسرم توی اون کشتی نباشه. فکرهای زیادی تو سرم میومد. میگفتم شاید جای دیگه ایه. ترکیه یا یه کشور دیگه ای، اما نه اونجا. نمیتونم احساسم رو توصیف کنم. همسرم اونجا بود و نمیدونستم جراحتش تا چه حد جدیه. تازه به همون خبر دادن که سفیر با ملوانا دیدار کرده. این تنها خبریه که بعد از یه مدت طولانی ازشون داریم. وکلا هم اجازه ملاقات ندارن. یه نامه ازش اومده. نمیتونم بخونمش و نمیتونم برای کسی بازگو کنم. پسرم هر شب جلوی درب استقبال پدرش میرفت. میتونین تصور کنین که چقدر برام سخته وقتی میبینم جلوی در میره و منتظر پدرش میشه. وقتی تلفن رو برمیداره ازش میپرسم با کی حرف میزنی؟ میگه با بابام. Марк постійно кричить тату. Ви знаєте, молюся Всевишньому. Дуа میکنم که خدا به همه سیاستمدارای منطقی بده که یه راه حلی برای این مشکل پیدا کنن تا همه ملوانا به خونه‌هاشون برگردن و آرامش هم به ما برگرده. Щоб хлопці були вдома, щоб був мир на землі. تعداد کسانی که رویای رفتن به فضا را در سر دارند کم نیست. سفری که فعلا فقط برای فضانوردان حرفه‌ای ممکن است، اما کسانی هم هستند که تلاش می‌کنند این سفر برای مسافران عادی هم قابل دسترس باشد. شرکت ویرجین گالاکتیک یکی از آنهاست که همین دیروز پرواز آزمایشی مسافر بر فضایش با موفقیت انجام شد. جزئیات بیشتر در گزارش فؤاد مسیحا. گشت و گذار در فضا، آن هم برای کسی که چیزی از فضانوردی نمی‌داند. رویایی در دوردست‌ها که برآورده شدنش تنها در سینمای علمی تخیلی ممکن بود. اما اسپیس شیپ 2 شاید پایان خوش این خیال پردازی ها باشد. فضاپیمایی که شرکت ورژین ساخته و قرار است مسافر عادی به فضا ببرد. پرواز آزمایشیش تا 80 کیلومتری سطح زمین رفت و سالم برگشت. ویرجین گالاکتیک ایده فرستادن مسافر به فضا را سال 2004 مطرح کرد. طرحی که بارها گفته شد آماده اجرای نهایی است، اما هر بار به دلیلی به تعویق افتاد. تسلا و آمازون هم خیال مشابهی در سر دارند. فضاپیماهایشان بالاتر از فضاپیمای ویرجین می رود، اما بدون سرنشین. فضاپیمای ویرجین فعلا دو خلبان دارد و یک آدمک که نقش مسافر را بازی می کند. خب بالاخره به فضا رفتیم، چیزی که 14 سال منتظرش بودیم. فکر کنم اولین شرکتی باشیم که واقعا آدمها را سوار فضاپیما می کنه و می فرسته فضا. تا بالای ماه رفتیم. ویرجین میگوید چند پرواز آزمایشی دیگر هم انجام میدهد تا زمان فرستادن اولین مسافر به فضا برسد. پروازی 90 دقیقه‌ای فعلا با هزینه سنگین.
$250,000 برای هر مسافر. با این حال هنوز هیچی نشده، 700 نفر مشتریش شدند. فؤاد مسیحا، BBC. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا لحظات دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.